خدایا مطربان را انجلین ده، برای زر دستی آهنی. من امیر ناصر افتتاح، نوازنده تنبک، متولد 1314، از 12 سالگی شروع به نواختن تنبک کردم. از سن 18 سالگی همکاری داشتم با رادیو، همکاری من با رادیو از ارکسترا و با بعضی از تکنواستان بوده که از بعد به تأسیس برنامه گلها، هم با برنامه گلها و هم با ارکسترای رادیو همکاری داشتم. گلها، چه گلهای جاویدان، چه گلهای رنگارنگ، چه شاخ گل، برگ سبز، گلهای صحرایی، هر کدوم همکاری داشتم. در گذشته زر ما میدونیم که به این حالت نبوده. بنیانگذار ضرب نوین که باید واقعا شکرگزار بود و درود به روانش برسه، شاد روان بشه. در قدیم زر صورت خیلی شفاف داده نواخته میشده، بهش نگاه شده، هر خونه یه ضربی داشته مثل لوازم خونهش. خب یه وقتی هم یه دست میزده میشه که دنبال نمیکردن میکار. از تو بوده هم زنان قبل از آقای تهرانی هم نوازنده خوبی به این فرم زر نمیدارن. خیلی ساده تر، خیلی ساده تر. در گذشتم رو تحج کردم زر توی منزل بوده و کسی نمیشسته این مثلا میشینه تعلیم بده یا تبدیل بکنه. ما اون فرد من سن 12 سن میشوری کردم بسید 5 ساعت 6 ساعت، همین ادکار شد بسید 5 ساعت 4 ساعت. این تمرین ها خب خیلی چیزا رو در بر میگیره. متاسفانه اینجور نبوده، کسی هم این در فکر این نبوده که مثلا زرد میشه زرد به این قشن بوده چی کار کرده سرعت. صدای زنده نام امین ناصر افتتاح را شنیدید. صدای تنبکی که در موسیقی های فواصل برنامه امروز بدون تاریخ می شنوید از آثار زنده نام امین ناصر افتتاح است. امین ناصر افتتاح در سال 1314 در محله مولوی تهران متولد شد. در همان آغاز دوران کودکی علاقه بسیاری برای یادگیری هرچه بهتر موسیقی و ساز تنبک از خود نشان داد، به طوری که بعد از مدت کوتاهی توانست توانایی‌های خود را در این عرصه به سرعت ارتقا دهد. خانواده افتتاح استقبال چندانی به علایق موسیقایی امیر ناصر نشان نمی‌دادند. امیر ناصر افتتاح در سنین کودکی به دلیل علاقه‌ای که به نواختن تنبک داشت، دور از چشم خانواده اوقات خود را به نواختن تنبک می‌گذراند. علاقه و استعداد امیر ناصر افتتاح در نهایت به کار حرفه‌ای در نواختن این ساز در سنین نوجوانی رسید. افتتاح در همین زمان توانست با ورود به کلاس‌های هوشنگ مهرورزان که یکی از شاگردان ارشد استاد حسین تهرانی بود، نوازندگی تنبک را به گونه‌ای حرفه‌ای و آکادمیک دنبال کند. افتتاح مدرک دیپلم خود را از مدرسه رازی گرفته. در این زمان بود که پدرش را که رابطه احساسی زیادی با او داشت از دست داد. و همین اتفاق سبب ضربات روحی فراوانی در او شد که تا مدت‌ها بعد نیز در زندگیش محسوس بود. زنده نام امیر ناصر افتتاح در سال 1334 و در سن 20 سالگی به رادیوی ملی ایران دعوت شد و مجموعه‌های متعددی را با اساتید به نام موسیقی آن زمان در برنامه‌های گل‌ها اجرا کرد که مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت. امیر ناصر
ناصر افتتاح پس از فعالیت در زمینه اجرای موسیقی در کلاس‌های استاد حسین تهرانی نیز حضور پیدا کرد و داشته‌های موسیقایی خود در خصوص تکنیک‌های اجرای نوازندگی تنبک را زیر نظر این استاد تکمیل کرد. زنده یاد امیر ناصر افتتاح در زمان فعالیت در رادیو ملی با اساتید بزرگی همکاری کرد که از این میان میتوان به ضبط دو نوازی‌های تار و تنبک با استاد جلیل شهناز اشاره کرد. افتتاح در آموزش و تعلیم نیز بسیار فعال ظاهر شد. استاد افتتاح در انتقال داشته‌های تکنیکی مکتب نوازندگی حسین تهرانی به نسل‌های دیگر بسیار مؤثر عمل کرد، به طوری که شاگردان مستعدی را در این زمینه تربیت کرد که از این میان می‌توان به استاد محمد اسماعیلی اشاره کرد. مهمترین شاخصه نوازندگی افتتاح درک و دریافت مطلوب ملودی‌ها و همراهی ریتمیک با جملات بود. برداشت‌های شخصی از اتودهای نوازندگی نیز یکی دیگر از شاخص‌های این استاد به نام موسیقی ایران بود که در نهایت تولد تکنیک‌های غیر مرسوم را برای این ساز در پی داشته. بخشی از تنبک نوازی امروز که پیشرفت محسوسی نیز در سال‌های اخیر داشته، مدیون تلاش استاد امیر ناصر افتتاح است، چرا که استاد افتتاح با انرژی و تلاش بالای خود داشته‌های نسل‌های گذشته را به نسل بعدی منتقل کرد. استاد افتتاح پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تدریس و آموزش هنرجویان علاقه‌مند در کنار پرداختن به امور خیریه ادامه داد تا در نهایت در 11 بهمن ماه سال 1366 در 52 سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت. پیکر وی در محل امامزاده طاهر علیه السلام در شهر کرج به خاک سپرده شد. نامش زنده و یادش مانا.